با درود بر شما هموطنان گرامی، تو این چند مدت گذشته ویدیوهای منتشر شده از گاوداران و دامداران. چند روز پیش دامدار اصفهانی بود که میگفت علوفه نیست. بله درسته، علوفه نیست، این کشور آب نیست. راه حل مناسبی که به نظر من رسیده اینه که آقای دامدار، توی گاوداری تو به جای گاو باید توریست باشه. تنها راه نجات تو و نجات محیط زیست و آب مملکت اینه. این کشور آقا آب نداره که بخواد علوفه تولید کنه، علوفه بده گاو شیر و گوشت تولید کنه. شما باید با هم جمع بشید، تعاونی تشکیل بدید، برید توی استانداری یا جای مختلف بگید آقا به ما وام بدید تا ما این گاوداریمون رو تبدیل کنیم به هتل و توریست جذب کنید. و این متخصصین تغذیه بگن آقا توی گوشت و شیر و پنیر و ماست چی هست، چه مواد غذایی توی این هست، این مواد غذایی تو چه گیاهانی پیدا میشه که کشاورز به جای علوفه برای گاو شما اون مواد غذایی کشت کنه، اون گیاهانی کشت کنه که اون مواد غذایی میده به جامعه و اون آب و مقداری ذخیره کنن و شما اقتصادتون به هم نخوره، زندگیتون بچرخه، تو حقیقتی یه زندگی مناسب داشته باشی. راه حلش اینه. بخوید هر وعده‌ای هم بهت بدن عملی نیست آقا، آب نیست، اینی که داره فرونشست میکنه. علوفه میخواد گاوتو، آب نیست برای تولید علوفه، کف دست که مو نداره به تراش. راهش اینه، فشار بیارید به دولت، مثل کره آدم با دنیا تعامل کنید، توریست جذب کنید، گاوداری شما باید بشه هتل. راه نجاتتون اینه. هرچی سریعتر شروع کنید برنده ترید، هرچی دیرتر شروع کنید بازنده ترید. هم محیط زیست رو نابود میکنید، هم خودتون دارید نابود میشین، هم کشاورز داره نابود میشه. این راه حله آیه مسئول مملکت. در توریست رو باز کن، دامداری‌ها رو تبدیل کن به هتل. راه اینه.